آزادی، عدالت‌خواهی، مبارزه با ظلم و امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین کارویژه‌های نهضت حسینی به شمار می‌رود. آگاهان دینی و استادان دانشگاه می‌گویند در دنیای امروز که ظلم، استکبار، فساد و بی‌عدالتی دنیا را فرا گرفته، مسلمانان بیش از هر زمانی به این مؤلفه‌ها نیاز دارند. به گفته کارشناسان امور دینی، بشر امروز در عصر تکنولوژی و پیشرفت از معنویت دور شده و دوری از معنویت روح و روان انسان‌ها را به گونه شدید آسیب زده. آگاهان میگویند تنها راه بیرون رفت از ناهنجاری‌های فعلی در جوامع امروزی برگشت به معنویت میباشد. نهضت حسینی برمیگردد به 14 سال قبل از امروز، زمانی که دین در خطر بود و جامعه اسلامی رو به انحراف. نواده پیامبر بزرگ اسلام سینه سپر کرد و برای احیای دین جدش در برابر حکومت فاسد یزید ایستاد. قیامی که آزادی، عدالت‌خواهی، مبارزه با ظلم و امر به معروف و نهی از منکر مهمترین مؤلفه‌هایش را تشکیل می‌دهد. اما با گذشت 1400 سال از این قیام، چرا در عصر و زمان کنونی مشکلات و ناهنجاری‌ها دامن جامعه اسلامی را فرا گرفته؟ لذا امروز بشر چون از معنویت دور شده، از این مسئله که چقدر رضایت خداوند را در نظر داشته باشد دور شده، به همون مناسبت آسیب پذیر شده. بنابراین ما اگر بخوایم این آسیب ها را جبران بکنیم، یک کاری بکنیم که اینا با یک پایگاه معنوی، با یک جایگاهی که بتواند خود را احساس بکند یک کسی هست، به اون سمت حرکت کن. اون سمت حرکت به سمت خدا و سمت معنویت هست. با این حال بشر امروز در عصر زندگی می کند که پذیرش و باور به بسیاری چیزها با پرسش و نقد همراه است. نهضت حسینی نیز از آن اموری است که با پرسش های فراوانی در گذشته روبرو بوده و در آینده نیز روبرو خواهد بود. مهمترین پرسشی که در دنیای امروز در مورد نهضت حسینی وجود دارد این است که نهضت حسینی در عصر معاصر کنونی چگونه می تواند حضور و ظهور داشته باشد؟ می تواند مبلغین و مروجین مکتب امام حسین را امروز بر اساس نیاز بشر و نیاز جامعه و مقتضیات جامعه تفسیر کنه، بهترین راهکار برای نجات بشر و انسانیت از ظلم و تبعیض امروزی پیروی از مکتب امام حسین علیه السلام. بنابراین ما می توانیم با برجسته کردن عناصر اصلی نهضت امام حسین در واقع پاسخگو یا اون متناسب با نیازها و اقتضائات جوامع بشری امروز در واقع این الگو را به جهان معرفی بکنیم و ارائه بکنیم. با این حال آگاهان امور دینی میگویند باید از مکتب عاشورا درس‌های فراوانی گرفت، از جمله درس آزادگی، عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و استکبار. برای بررسی بیشتر روی فلسفه قیام امام حسین علیه السلام و انقلاب بزرگ او، همکنون گفتگویی دارم با حجت الاسلام دکتر علی احمد رضایی، استاد حوزه و دانشگاه. آقای رضایی، اگر خلاصه و کوتاه بگویید که فلسفه قیام امام حسین چه بود؟ چه منکری معروف و چه معروفی منکر شده بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همون تکونه که در وصیت نامه ابا عبدالله حسین علیه السلام از بد و خروجش از مدینه میخوانیم، اصلاحگری را و امر به معروف و نهی از منکر، احیای سنت جدش را از مهمترین فلسفه قیامش فرمود. لذا میتوانیم بسیار کوتاه و مختصر عرض کنیم که اصلاحگری به خاطری که در جامعه آن روز فساد، تباهی، تبعیض و از همه مهمتر منکرات تبدیل به معروف و معروف تبدیل به منکرات شده بود. مثلا ظلم پذیری، حکومت در اختیار قبیله و طایفه خاص بودن، افراد دیندار منزوی شدن، اینها از جمله به اصطلاح منکراتی بود که در او جامعه روز به روز رواج پیدا میکرد و نسبت به ارزش‌های اسلامی، نسبت به عدالت، نسبت به برادری و برابری، نسبت به حق همه شهروندان به گونه
اجحاف میشود، تبعیض روا داشته میشود از سوی حکومت. بنابراین اینها مجموعه این نابسامانی ها امام حسین را به عنوان یک زمامدار، به عنوان یک رهبر و یک زعیم واداشت که برای سامان دادن امت اسلام یا به فرموده خودش اصلاحگری و احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کنه. آقای دکتر، در روزی مثل امروز و شب عاشورا بر امام چه گذشت؟ از مصائب و سختی های این شب و روز به ما بگین. لذا در تاسعا که مثل امروز باشه، قرار بود دشمن جنگ را شروع کنه و همهمه کرد، آمادگی گرفت. وقتی ابو عبدالله الحسین این آمادگی را و این هیاهو سر و صدا را از دشمن دید، برادرش را، علمدارش را، حضرت عباس علیه السلام را فرا خواند که برو ببین دشمن چی برنامه داره. وقتی متوجه شدن که بنای جنگ داره، آقا فرمودن که شب عاشورا را از دشمن مهلت بگیر که تا بتانیم یک شب دیگر که از عمر باقی هست خدا را بیشتر عبادت کنیم و قرآن بخوانیم. این یک مسئله بود که بر امام حسین و یاران، مخصوصا زنان و کودکان، بسیار سخت گذشت. و تشنگی، چون از هفتم محرم شریعه فرات محاصره شد، سربازان زیادتری را دشمن برای اینکه اصحاب امام آب بر ندارن و آب نبرن گماشت. گرچند حضرت ابوالفضل عباس بارها موفق شد آب برد برای خیمه. در شب عاشورا صحابه امام حسین غسل شهادت کردند. پس اگر آب نبود اینا چگونه؟ ولی در روز، در اون گرمای کربلای آن روز، بالاخره آب کافی نبود، بچه ها تشنه بودن، العطش و فریاد العطش دل زنان و خود قلب مبارک امام حسین را بیشتر جریحه دار می کرد. و این سختی ها بود. و سرانجام این که یاران و اصحاب امام حسین خود را در عاشورا نزدیک و نزدیکتر احساس می کردن، از اون طرف زنان و کودکان اضطرابشون بیشتر می شود. به عنوان آخرین سوال بفرمایید که بزرگترین درسی که امروز می توان از حسین و انقلابش گرفت چیست؟ واقعا امروز ملت ما و امت اسلام بیشتر از هر زمان به اهداف و فلسفه قیام عاشورا تشنه‌تر هست و نیازمند است. باید فلسفه قیام عاشورا بار دیگر صحبت شود و عمیق بر اونها پرداخته شود. در واقع حسین شناسی یا به فرموده فقیه فرزانه حضرت آیت الله العظمای محسنی رحمت الله علیه، خط حسینیت و یزیدیت وظیفه و رسالت بزرگ است که ما میتونیم امروز از کربلا بیاموزیم که این دو جریان و این دو طرز تفکر بالاخره چی بود و ما در کجا قرار داریم. خط حسینیت یعنی خط وحدت و برادری، خط مهر و مهرورزی، خط الفت و اخوت و برادری، خط یزید خط نفاق، خط نابرابری، خط نفاق، خط تفرقه افکنی. بنابراین امت اسلام، مخصوصا مردم ما، از هر زمان به مسئله وحدت و همگرایی و همسویی نسبت به گذشته نیازمنده. و این آدرسش عاشوراست. با محوریت عاشورا و بررسی فلسفه قیام عاشورا ما میتونیم به اون وحدت اسلامی و اخوت دینی که قرآن فرمود انما المؤمنون اخوه، پیامبر گرامی اسلام در این راه تلاش کرد، خلفا و همه پیشوایان دینی در این زمینه زحمت کشیدن، ما میتونیم با محوریت عاشورا و پیام عاشورا اون وحدت و برادری خود را در جامعه مستحکم کنیم و نسبت به همدیگر احساس مسئولیت کنیم، امر به معروف و نهی از منکر را اجرایی کنیم و انشاءالله اون عزتی از دست رفته را بار دیگر برای جامعه اسلامی و امت اسلام احیا کنیم. حجت الاسلام دکتر علی احمد رضایی، استاد حوزه و دانشگاه بود که با او گفتگو می‌کردم در ارتباط با فلسفه قیام امام حسین علیه السلام.